سوال اینه که هیچ این الپیک تموم میشه یا نه تازه رسیدیم به 105 باید روحیه اون را حفظ کنیم چه شما که دارین یاد میگیرین چه من که دارم درس میدم بس ادامه میدیم ما دیدیم که چجوری پکیج ها توی دبیان نصب میشن توی بخش چهار الان تو بخش پنج میخوایم در مورد RPM و یام حرف بزنیم که پکیج منینجر های مرتبط با در واقع سیستم های ردحتی هستند چیزایی مثل ردحت، سنت اس، راکس و اینجور چیزها در واقع از فرمت RPM استفاده میکنن همینطور سوز و بقیه دوستانی که RPM هست کم هم نیستن نکته بامزه اینه که RPM مخفف Red Hat Package Manager که خیلی منطقیه بعد یه هو یام که دستوری که استفاده میکنیم Yellow Dog Update Manager Yellow Dog لینوکسی بود که اومده بود و این منجر در واقع پکیجاش بود ولی دیگه ماندگار شد حتی بیشتر از خود لینوکسه هرچند که الان با چیزهای دیگه داره جایگزین میشه میبینین که وزن سنگینه و نیاز داره شما بتونید طبق معمول اینستال کنین اطلاعات آر پی ام رو بگیرین و با دستوراتی مثل آر پی ام آر پی ام تو سی پی آی او یام کانف رپوز دی یام و زیپر آشنا باشین زیپر جدید اضافه شده تو نسخه قبلی زیپر نبود من تو دو بخش درس میدم تو تیکه اول در مورد پکیج منیجر یام که در واقع پکیج منیجر سطح بالاتریه کمتر نزدیک به خود پکیج جا و اینجور چیزا هر شقم میگیم سطح بالاتر یعنی در واقع به کار طبیعی که آدم میکنه نزدیکتره به انگلیسی میتونیم باش حرف بزنیم وقتی میریم پایین تر تو لایه های پایین دیگه میرسیم به صفر و یکا در اینجور کار سطح پایین کار خفن تریه تو دنیای کامپیوتر anyway, چی گفتم <تصفح> ما میتونیم که پکیج در واقع RPM مون پسوند RPM دارن معمولا همون فرمت رو دارن که دفعه پیشم میگفتیم در واقع معمولا اسم پکیج توش هست ورژنش هستش آرکیتکچرش هست و RPM ما اگه فایل RPM داشته باشیم با دستورات RPM و غیره میتونیم نصبش کنیم اما وقتی که توی یک اپریتینگ سیستم مثل سنتو اس فدورا و اینا هستیم یه دستور آسونتری داریم به اسم یام با حروف کوچیک اینو با حروفش کوچیک کنم که قشنگتر باشه. ولی در واقع دستور یام میتونه به مفهومی که گفته بودیم تو درس قبلی و انتظام میده شما یه مراجعه‌ای بهش بکنین رپوزیتوری ها رو ببینه رپوزیتوری ها اگر دقیق نمیدونین چیه حتما 124 رو نگاه کنین که دقیق گفتم رپوزیتوری ها ولی در واقع یک فهرستی از تمام اپلیکیشن هایی که این لینوکس خاص مثلا اگر داریم با فدورا کار میکنیم توی منابع نرم داره و فایل هایی که باید نصب کنین. اگر شما میگین که VLC رو نصب کنه اگر میگین ایمکس رو نصب کنه میدونه که ایمکس پکیج آر پی اینجاست و اینه و نیاز داره به این 6 تا بسته دیگه این بسته خودش به این دوتا نیاز داره اینا رو میگیره همه رو دانلود میکنه نصب میکنه این پکیج منجر و رپوزیتوری میشه در واقع حالا این ممکنه آنلاین باشه یا سی دی باشه یا هر چیزی اگر تو فدورا داریم کار میکنیم یا رو سنت او اس معمولا دستورمون یامه البته جلوتر میگیم که در واقع دستور دی اف، دستور جدیدیه که در واقع داره خیلی جایگزین میشه در برنامه دی اف بر در مقابل یام اما چی میگه؟ was on مهم نیست خب خیلی از کارهایی که داریم میکنیم داریم بسته نصب میکنیم و اینو در چه دسترسی روت نیاز داریم سودو میخواد من میتونم بزنم یام یه سری دستور ولی ها رو بذارین اول بهتون نشون بدم سودو سو میزنم که کلا روت باشم و کارم راحت باشه من میام تو سی دی همونجوری که هت میزنین توی یام رپوزدی تنظیمات هم هست حدس میزنین شما نمیدونستین تو یام رپوزدیه ولی همونجوری که حدس میزنین تنظیمات تو ETC میبینم تو ETC چه دایرکتوری به اسم یام هست حتی میتونم بگم که کت کن بنویسش یام میگه فقط یه دایرکتوری رپوزدی هست هیچ فایلی نیست در نتیجه من میرم توی اون مسئله اینه که این داره چقدر حرف میزنه deactivated available. مسئله اینه که توی در واقع پکیج منیجر یام بذارین یه خوردم فونتو بزرگ کنم که راحت تر باشین فایل کانفیگوریشن اصلی ما اینه etc ای یام کانف که من یه نمونهش رو براتون اینجا آوردم همونجوری که دیدیم فدورا این فایل رو نداشت دلیلش اینه که این روزها فدورا در واقع داره از پکیج منیجر دی استفاده میکنه و شما هر دستور یامی که میدین در واقع ترجمه میشه به برابر دی انفش. ولی برای ما مهم نیست تنها نکته اینه که این فایل وجود نداره نمونه ای از این فایل اینه مثلا میگه تو بخش مین من اینجا کش کن اگر یه پکیج رو دانلود میکردی اینجا سیوش کن به طور موقت تو ور کش یا یه چیزی یا کیپ کش من صفره اگر یه چیزی رو داشتی نصب میکردی به خاطرش یه چیزایی دانلود کردی و یه سری بسته بود کارت که تموم شد اونا رو پاک کن کیپ کش صفره دیباگ لول من دو اگه دروری رسیدی خیلی در واقع تا دو مرحله نشون بده چیکار داری میکنی اینجا لاک کن که داری چی کار میکنی همه چیز رو و چیزهای دیگه اگزک سرچ یک یکه آبسولیتس هم یکه یه سری تنظیماتن جی پی جی چک پستای که میگیری رو از نظر رمزنگاری چک کن که هیچ تغییری نکرده باشن پلاگین هایی که نصب شده رو استفاده کن و اینجور چیزها در واقع ما به جزئیاتش کاری نداریم خیلی معمولا بعضی موقع پیش میاد که ما دستی بریم کیپ رو بکنیم یک به خصوص تو ایران که وسطش ممکنه قطع بشیم میگیم هر بسته‌ای که دانلود کرده بودی رو فعلا نگهدار این یه فایل تنظیمات اصلیه اما رپوزیتوریا این تو این تنظیمات دستور یامه این تنظیمات اینه که رپوزیتوری ها یا به اصطلاح منابع ما کجا باشن تو etc یام repos.d اینجا میتونه یک کلمه فایل داشته باشه که رپوزیتوری های مختلف رو نشون میده بزنین یکیشون رو بهتون نشون بدم من الان اینجا پی میگه کجام اینا رو دستور بعدا میبینیم ای تی سی یام رپوزدی اینجا اگه یه الاس بگیرم مثلا فدورا رپو رپوزیتوری اصلی فدورا چه بون از از یه صفحه هم بیشتر با less اگر پایپش کنم اینا رو هم بعدا هم دقیق تر میبینید در واقع میتونید یا مثلا یه ضرب بزنم less اون فایل میگه یه رپوزیتوری دارم به اسم فدورا که اسمش هست این و متا لینکش اینه و از شو از اینجا و ببین کجاست یا میتونست یه ضرب بگه از این URL بیارش ولی میتونه از این بپرسه که از کجاها بیارم اینیبل کانت که... می یک نمیدونم چی آره در واقع میگه من رو وقتی که به این ریکوست میزنین چک کن که من هستم یا نه و مثلا بگو این هم من استفاده میکنن متاد تا اکسپایر هفت روزه که گذشت یعنی در واقع قدیمی شده بعد از جدید بگیری آر پی چک میکنه وقتی بس رو میگیره چک میکنه که درستن یا نه و دانش وقتی من میزنم مثلا یام آپدیت میاد به اینجا هم یه ریکوست میزنه میره همه ای فایلایی که اونجا هست و میبینه نگاه میکنه چه لیستی هست و هر کدوم کجا در واقع این رو میدونه شما میتونید اینجا رپوزیتوری های جدید اضافه کنید میبینید که یک کلمه رپوزیتوری هست از جمله مثلا RPM Fusion ها که در واقع یه سری بسته اضافی برای فدورا چون فدورا رو که یه ضرب نصب میکنین خیلی محدود بسته هاش به خاطر اینکه در واقع هیچ برنامه‌ای که کاملا آزاد نباشه رو توش نمیذاره RPM ام میاد یه سری از اونها رو اضافه میکنه پس چیزی که یاد گرفتیم ETC یا رپوز دی جایی که رپوزیتوری ها اونجا وجود دارن. وقتی اینو داشتین دیگه کارتون آسونه. شما میتونید دستورات یام رو شروع کنین استفاده کردن. یام دستوراش اینجوریه. یام یه سری آپشن که مثلا داش خیلی مشهوره یعنی یس yes, اگر سوالی بود که یس yes و no بود بگو yes. بعد یه دستور کامند و بعد اسم بسته مثلا دستور اینستال اینجا داریم مثلا اینستال کن VLC رو میره نگاه میکنه کجا توی رپوزیتوری VLC وجود داره و آپدیتش میکنه دستور آپدیت خیلی خیلی دقت کنید تو دبیانی ها که تو درس قبل گفتیم وقتی آپدیت میکردین فقط ریپوزیتوری رو میخوند و لیست برنامه ها رو آپدیت میکرد پکیج ها رو واقعا آپدیت کرد بعد بعد میزدین apt get upgrade یا apt upgrade که بره در واقع خودشون رو هم پکیج رو دانلود کنه تا شما نصب کردین اگه جدید شده رو upgrade کنه توی Red Hat و در واقع یام شما وقتی میزنین یام آپدیت رپوزیتوری رو میخونه همش رو و بعد کاری که میکنه اینه که نگاه میکنه کدوماش نصب شده کدوماش قدیمی شده اونا رو آپگرید هم میکنه یعنی در واقع آپدیتش برابر آپدیت آپگرید دیبیانه. همچنین مفهوم مستقل آپدیت معمولا استفاده نمیشه وقتی شما میزنین اینستال یعنی اگه من بزنم یام اینستال ایمکس میره اول رپوزیتوریا رو اگر لازمه اپدیت میکنه بعد ایمکس رو نصب میکنه در واقع همیشه خودش داره اون کاری که دبیانیا یا بهش میگفتن اپدیت که فقط فهرست رو آپدیت میکرد رو همیشه اتوماتیک انجام میده مگر اینکه با یه آپشنی بهش بگین این کارو نکنه نتیجهش اینه که در واقع آپدیت مستقل نداره نتیجهش که آپدیتی که داره اینجا در واقع آپدیت و آپگرید خب این یه مزایایی داره یه معایبی داره مثلا من میخوام این مکس نصب کنم مجبورم وایس هم همه رپوزیتوری هم آپدیت بشه به خصوص تو ایرانی ممکنه کند باشه مزایاش اینه که تو دبیان کاملا ممکنه که یه سیستمی رو مدت هاست آپدیت نزدین روش بعد میزنین apt اینستال ایمکس میگه من اون ورژن ایمکسی که میگه دانلود نمیشه خرابه دلیلش چیه تو رپوزیتوریا آپدیت شده اون فایل قبلی ایمکس دیگه نیست یه فایل جدید هست شما حتما باید اول بزنین اپت آپدیت که اینا رو آپدیت کنه که اشاره میکنه به ایمکس فعلی به هر حال یا اینجوری کار میکنه یام یه سری آپشن که داش خیلی مشهوره یه سری کامند و پکیج نیم اگه لازمه کامندا آپدیت هه. که الان فهمیدین رپوزیتوری رو آپدیت میکنه هر چی لازمه رو آپگرید میکنه بعدش اینستال یه پکیج رو اینستال میکنه ری اینستال یه پکیج رو دوباره اینستال میکنه چون ممکنه پکیج شما خراب کرده باشین یا هر کاری کرده باشین دوباره دانلودش میکنه و دوباره نصبش میکنه مثلا من میتونم بزنم یا اینستال چی گفته بودیم ایمکس نمیتونم بگم این رو فعلا نشون نده چی شد ببینین رفت نگاه کرد گفتش که من آپدیت کردم در واقع نمیخواد آپدیت کنم گفت لست متا دیتا چکم این بوده در نش من الان نیازی ندارم ایمکس e رو میخوام نصب کنم این دیپندنس لازم داره 39 مک دانلود میکنم اگه میخوای یس yes یا نو دیفالتش که اگه علیکنتر بزنید بره بعد بدونین چیکار میکنید میزنیم یس yes. شروع میکنه ها رو دانلود کردن و نصب کردن من حالا پیش نمیرم ولی ببینین که همزمان داره این کار رو انجام میده من بریکش میکنم که این کارو نکنه آپدیت هم که کل پکیج های سیستم رو آپدیت میکنه یام آپدیت میره اول نگاه میکنه رپوزیتوری ها درستن یا نه چک کرد رپوزیتوری ها قدیمی نیستم؟ میگه 19 تا پکیج رو باید اینستال کنم 706 تا پکیج رو باید آپگرید کنم چرا اینستال هم داره چون دیپندنسی های جدید پکیج هاست یک دهم گیگ هم باید دانلود کنم که معلومه میگیم نه لیست لیست همه پکیج های اینستال شده است یعنی مثلا یام لیست میگه که لیست همه پکیج هایی که من اینستال کردم رو به شما نشون میده ایناش به هر کدوم هم میگه از کجا نصبش کرده و غیر میبینید که یه زیاده ما بریکش میکنیم دوباره لیست من میتونم گرب کنم توش بچرخم دنبال ایمکس برای که مطمئن بشم فقط نصب شده ها رو داره نشون میده. نه مثل که همه پکیج ها نشون میده اینستال شده نیست میتونیم رو تست کنیم من یام دنبال لیست میگردم میگه که لیست اینجا هستش یکی از دستوراتش بذاریم بریم سر لیست اینجا داره آپشن رو میگه کامندز خب ما تازه رسیدیم سر کامنتزان skip list next میذارم بعدی رو میگرده بعدا نشون میدم که ما چه جوری اینو در واقع سرچ میکنیم list commands print lists of packages depending on the package relation on the system a package is installed if it is presented in the full -on. As it is available if not installed, but present the پس میشه کاری متنوعی بکنه در واقع میتونه بهش بگم که من آلو میخوام اینستال رو میخوام اگر اینستال رو میخواستم بعد این شکلی بهش میدادم داش داش اینستال پس در واقع میبینین که هر کامندی هم سویچ های خودش رو داره به هر حال اینفو چیز مهمیه اینفورمیشن نشون میده کجا این ما الان ویندوز این توی یه ماشین مجازی ویندوزه یعنی من بگم یام اینفو ایمکس این خیلی تو سوال موالا زیاد هست که چه جوری میتونیم دیتا یه پکیج رو ببینیم این به شما میگه که ورژن فلانه، ریلیز فلانه، سایز خودش انقدره و دیسکریپشنش در واقع اینه که توضیحات اینکه این, این پکیج چی کار میکنه و اینجور چیزاست همچنین میتونین من بر اساس استفاده بیشتر گفتم ریموو یکی رو حذف میکنه سرچ یکی رو پیدا میکنه یعنی من میتونم بگم یام ریموو ایمکس برای اینکه ایمکسی که نصب شده رو حذف کنم اگه بود یا اینکه میتونم بگم سرچ کن دنبال ایمکس و میخوام ایمکس رو ببینم چه پکیجی به اسم ایمکس داریم خیلی زیاد پیش میاد که شما فلان لایبرری نیست سرچ میکنین ببینین چی رو باید نصب کنین پس آپدیت که هم آپدیت میکنه هم upgrade. اینستال ری reinstall، لیست همه نشون میداد اینفو ریموو حذفشون میکنه سرچ پروواید میتونین بگیم یه فایل خاصی رو کی پروواید میکنه کی این فایل رو به من میده آپگرید حواستون باشه آپدیت هم آپدیت میکنه هم آپگرید به معنی دب اگه شما upgrade می میزنین در واقع پکیجای که آپدیت دارن و آپدیت میکنه پکیجایی که دیگه تو ریپوزیتوری نیستن رو حذف میکنه در واقع سیستم رو انگار آپگرید میکنه به یه نسخه دیگه برای آپگرید از استفاده نمیشه ولی باید بدونین چیه دو تا دستور لوکال هم داریم لوکال اینستال و لوکال آپدیت که میگه از این آر فایلی که من دانلود کردم استفاده کنید شما یه آر پی دارین و میخواین اون رو با یام نصب کنین میزنین یام لوکال اینستال اسم اون فایل RPM پی هر چی که هست یه دونه چک آپدیت داریم که فقط براتون میگه که در واقع چک میکنه که چه آپدیت هایی هست حالا تا حد یکی میذارین آپدیت آپدیتو میکرد واقعا بعد از پرسیدن دپلیست نسبتا مهمه یا دپندنسی لیست ایمکس رو به من بده میگه که این چیز این در واقع به چه چیزهایی نیازمنده در واقع دونه دونه در واقع میگه ایمکسی که الان گفتی میخوای نصب کنی بذاریم با لس ببینم که راحت تر باشه شما میتونید ته هر چیزی بزنیم پایپ لس. که بهتون در واقع ترتمیزتر تر نشون میده میگه پکیج ایمکس دیپندنسیاش ایناست در واقع باید اینها باشن نیاز به این فایل داره که این فایل و این پکیج به شما میده پرووایت رو بعد میگه پایین تر بعد میگین که پکیج ایمکس فلان هم ایناست دو تا ایمکس که داشته رو داده یکیش فدورا کور x86 64 بوده اون چی بوده؟ ایمکس مکس یک بیست و هفت دو دو نو آره دو تا پکیج مختلف هست ما دو ورژن از ایمکس رو نصب کنید یک بیست و هفت دو یک بیست و هفت دو نو بوده این یازده بوده خلاص اینم از این گروپ اینستال هم جالبه در واقع یام <تصفح> این توانمندی رو داره که یه بخشی از پکیج ها رو بذاره توی یه دونه گروه در مثلا اگر شما میزه میز کار KDE رو نصب کنین میتونین بگین گروپ اینستال کن توی دبل کوت KDE پلاس ما ورکسپیسز این در واقع باعث میشه که تمام چیزهایی که تو این گروه هستن کنار همدیگه نصب بشن کاری که دبیان این رو میکنه چون این رو نداره مثلا میاد یه پکیج ویرچوال درست میکنه اسمشون میذاره KDE پلاس و این رو دیپندنسیش رو میذاره هر چیزی که تو اون گروه لازم بوده باشه یه روش دیگه است برای این ماجرا و در نهایت حواستون باشه که هیستوری هم داره یعنی شما میتونیم بزنین یام هیستوری و بهتون میگه در کل چه کارهایی تا حالا کردین یعنی اینجا شروع کردین اینجا لیپ دیو رو نصب کردین اینجا اکسل و کرل رو نصب کردین جی پارت رو نصب کردین و اینجور کارها اینجا یه سامپل اینستال آوردم که الان ما دیدیم و دیگه بهش نیازی نداریم از uh, اینا هم میتونین استفاده کنین وایلد کارت حواس توی سینگل کد یا دابل کد باید بزنینش میگین هر چیزی که اولش کل هست رو آپگرید کن میتونین اینا میگین فقط فلان پکیج رو آپگرید کن اینم مهمه که الان در واقع فدورا از دی داره اون زیر استفاده میکنه شما هر دستوری که با یام میزنین در واقع داره به دی ترجمه میشه و دستور یام دانلودر هم خوبه بدونینش در واقع میتونین یک بسته رو آر پی رو دانلود کنین فکر کنم یام دانلودر خودش نصب نیست اینا بزنیم یام آره نیستش دانلودر نیست ولی فدورا کانفیک شده که برنامه رو ران میکنه که اون نگاه میکنه که این بستر رو چی پرووایت میکنه و میگه اگه میخوای من دی اف رو نصب کنم که شما یام دانلودر دار بشی من میزنم یس yes, لطفا این کارو بکن میگه اگه بخوای این رو بکنی باید اون یکی رو هم نصب کنی من میگم آره بکن اون برنامه تحویل یام دادش یام شروع نصف کرد نصب کرد واقعا تحویل دی اف داد و نصب میشه حالا در واقع یام دانلود حتی نصب شد یعنی اینجا رانم شد من میتونم بزنم یام دانلودر و بگم پکیج بی زد آر رو من میخوام دانلود کنم داشته باشم چیزایی که مربوط به این برنامه است میتونم حتی بزنم که ببینین ریزالف کن چیزایی که پیش نیازهای این هستن رو هم بگیر در واقع مشکلاتش رو حل کن ریزالف کن اینو باید یه فکری برش بکنم این میره اول رپوزیتوری رو آپدیت میکنه بعد شروع میکنه پکیج بریزی که در واقع همون بیزد آر رو پروواید میکنه رو دانلود میکنه و هر چیزی که اون لازم داره چون من زدم ریزالف در مجموعه مجموعی از آر هایی که من لازم برم برای نصب این رو بهم میده الان روی این سیستم من هیچی لازم ندارم براش در نشه در واقع خودش میاد اینجا خیلی جای بدی بود حواستون باشه وقتی داریم با سیستم ادمینی میکنین نرین توی دایرکتوری چیز دانلود کنین چون روتین میتونین من میتونم موف کنم بریزی رو توی تمپ میگه قبلا یه دونه بوده میگم اوررایتش کنم چون کتابش رو مینویسم قبلش مجبورم این کامندا رو قبلا بزنم خب در واقع اینجاست ببینید مثلا من یه بریزی اینجا دارم که آر پی من اینجوری میتونم آر رو دانلود کنم بخشی از الفیک نیست ولی به این بخش اول بود حالا بریم شروع کنیم با RPM هامون کار کردن این بریزی CPI او هم پاک